خب سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، امروز میخوایم به شما آموزش دو تا سبزه عید رو آموزش بدیم و اینکه اولیش رو الان به شما آموزش میدیم، سبزه توپی. دومیش هم توی در واقع ویدیوی بعدی که میتونید پشت سر همین توی آپارات و پیج منصوری گل مشاهده بکنید. خب چیزی که ما نیاز داریم بذر سبزی که برای این کار ما میتونیم استفاده کنیم، یعنی برای سبزه هایی که بتونیم شکل در بیاریم، سبزی ریحانه و سبزی شاهی. حالا بعدا بهتون میگم به چه دلیل فقط این دوتا بذر رو میشه استفاده کرد. حالا ما میخوایم الان فعلا از سبزی ریحان استفاده کنیم، شاهی رو میذاریم برای اون یکی سبزه که سبزه بسیار خوبی هست. میخوام این کوزه ها رو برای شما در واقع روش سبزه بکارم که اونو از شاهی استفاده میکنیم، اینم از من میخوام از ریحان استفاده کنم. خب حالا برای این کار ما ابتدا بعض سبزی ریحان رو توی آب میریزیم که خیس بخوره تا ما کارامون انجام بدیم که این خیسش رو بخوره. خیلی زمان زیادی نیاز نداره، در عرض مثلا 5 دقیقه تا 10 دقیقه این آماده میشه، این بذر ریحان. ببینید اگه توجه کنید کم کم داره یواش یواش سفید میشه و اون حالت لجز مانند خودشو داره به دست میاره، مشاهده بکنید. خب حالا ما اینو میذاریم فعلا کنار خدمت ما شود که بعض سبزی ریحان یا هر سبزی که میخواین شما میتونید از سایت منصوری گل تهیه بکنید، با بهترین کیفیت و با قیمت بسیار مناسب میتونید تهیه بکنید و در به منزل شما ارسال میشه. خب سبزه توپی که ما میخواییم درست کنیم بعد از بذر نیاز به یه اسفنج داریم که شما میتونید از اسفنجایی که توی بازار هست استفاده کنید، کوچیک بزرگ هر سایزی که شما دلتون بخواد، حالا بستگی به اون اندازه سبزه توپی که میخواییم در واقع درست بکنید. حالا رنگش هم خیلی مهم نیست، آبی باشه چون که این میخواد زیر کار بمونه، خیلی مهم نیست. خب من این سایزی که گرفتم و تقریبا 2/3 برش میدم، من میخوام اینو به صورت گرد در بیارم، به صورت توپ. البته شما میتونید از توپ هم استفاده کنید، روی توپ پارچه یا پنبه بپیچید، چسب بزنید، یا خدمتتون عرض شود که خزه بپیچید بعد این کارو بکنید، ولی این کاری که من میخوام انجام بدم یه خورده تمیزتر در میاد و در سرش یه خورده کمتره اون به سلیقه و در واقع اون ایده‌ای که شما دارید بستگی داره. اینو با سلیقه‌تون قشنگ اینو به صورت توپ و گرد در بیارید. البته این پسی بلندیایی که اینجا هست، حالا اگه خیلی حوصله ندارید، حالا خیلی مهم نیست که دقیق در بیاد، چون که وقتی روش سبزه میکارید اون دیگه زیر کار میشه، خیلی معلوم نمیشه. ولی خب هر چقدر گردتر در بیاد توی در واقع زیبایی کارتون خب خیلی تأثیر گذارتر هستش. خب دوستان ما اینو گرد در آوردیم، گفتم اون یه خورده برآمدگی هایی که هست مشکلی نداره چون اینو زیر کار میمونه. بعد خب شما برای اینکه اینو بخواین یه جا بذاری نیاز به یه پایه دارید، یه جایی که اینو بتونید بذارید روش، وقتی سبزه این بتونه روش وایسه، که میتونید یه چیزی شبیه به این پیدا کنید یا از این لیوانای شرابخوری یا یه چیزی که خلاصه به عنوان پایه یه چیز زیبا باشه، دیزاین باشه، که اینو میتونید از پیج رنگارنگ دنیای رنگارنگ تهیه کنید، که اینو من از اون پیج تهیه کردم. این شمع زیبا هم که اینجا میبینید، ما کلا ویدیوم شد تبلیغ دیگه، این شمع
فانوسی هم از اونجا تهیه کردیم. خب در هر صورت شما یه پایه‌ای باید برای این تهیه بکنید و اینو روش بذارید. خب ما بذرمون رو همونطور که میبینید اینجا ما خیس کردیم و همونطور که میبینید در واقع این بذر ریحان همون تخم شربتی است دیگه، یعنی شربتی که شما درست میکنید با تخم ریحان، ببینید دقیقا همینه. خب حالا دلیل این که ما از این بذر میخواییم استفاده کنیم دقیقا همین بحث این لجز بودن این دور این بذره که این حالت چسبندگی پیدا میکنه و شما میتونید به راحتی روی این بچسبونید. ببینید به این شکل خیلی راحت بر میدارید و روی این اسفنجی که برش زدی میچسبونید. حالا شما هم من توپی درست کردم، شما میتونید به شکلهای مختلف، شکل حیوانات در بیاری، شکل ماهی در بیارید، دیگه اون بستگی به سلیقه شما داره. ببینید خیلی راحت میچسبه. این کار یه کار دقیقا زنونه است، ولی من اینو گفتم برای شما بذارم که خانوما نگن که مردا سلیقه ندارن. فقط اینو من نکته رو بهتون بگم که شما این قسمت پایینشو، این قسمت پایینشو دیگه بز نکارید، چون این قراره اینجا رو این قرار بگیری، یعنی قسمتی که قراره روی این در واقع پایه قرار بگیره رو شما بز نکارید. با دست میتونید بردارید قشنگ به همه قسمتاش بمالید. فقط حواستون باشه خیلی زیاد چیز نکنید، نمالید، یعنی خیلی شلوغ نباشه، چون اصلا نیاز نیست. این وقتی سبز بشه خیلی هم زود سبز میشه، حتی اگه فاصله هم داشته باشه خیلی قشنگ پر میکنه. این تموم شد. خب کاری که الان باید بکنیم یه دونه پلاستیک بذاریم روی این، به همین راحتی کار ما تموم شد. بذارید من یه پلاستیک بیارم. خب ببینید فقط چند تا نکته رو من بگم. اینکه بذر ریحان چه در واقع رنگ ریحانی باشه مهم نیست، یعنی که ریحان بنفش باشه، ریحان سبز باشه خیلی مهم نیست. من از بذر ریحان سبز استفاده کردم خدمتتون عرض شود که، و زمانی هم که این باید طول بکشه اینقدر بشه گفتم 5 تا 10 دقیقه بیشتر نیاز نداره، خیلی زود به این حالت در میاد. و اینکه پلاستیک حتما باید روش بکشید چون سریع خشک میشه. یه پلاستیک روش به این شکل میکشید. فقط سعی کنید بهش نچسبه، اگرم چسبید خیلی آروم اینجوری جدا کنید. خود پلاستیک بزرگتر باشه بهتره که خود یه فاصله داشته باشه. این پلاستیک صرفا به خاطر اینه که اون رطوبتش رو حفظ بکنه تا اینکه اون آبش تبخیر نشه. و حالا چسبیدم اشکال نداره، بعدم به آرامی برمیدارید و روش اسپری میکنید. فقط این پلاستیک رو از زیر حتما یه خورده ببندیدش که این آبش در واقع اون تبخیر آبش خارج نشه. روز یک بار سرش رو باز کنید، آب اسپری کنید. البته ممکنه روزی دوبار نیاز داشته باشه، بستگی به دمای منزلتون داره. اگر که دمای منزلتون گرمه روزی دوبار اسپری کنید. فقط همون که گفتم موقع در واقع در باز کردن این حواستون باشه خیلی آروم بردارید، اون اصلا جدا نمیشه، بهش چسبیده مشکلی هم نداره. اینو فقط روی سطح زمین نذارید، چون زمین خونه تقریبا یه خورده خنک‌تره نسبت به مثلا تاخچه یا مثلا روی اوپن یا یه جایی که یه خورده سطح بالایی داشته باشه بهتره، چون گرمتره زودتر سبز میشه. اینو شما 10 روز مونده به عید، 10 الی 15 روز مونده به عید این کارو بکنید. یعنی الان اگه بخواید اینو سبز بکنید تا عید از بین میره، چون زیاد روی نمیمونه. فوقش 10 روز 15 روز سبز بشه قشنگ و 10 15 روز هم از اون ور بمونه.
به حدود مثلا 10 روز 15 روز اون زیبایی خودشو داره و بیشتر از اون نداره اون زیبایی رو، و شما همون 10 روز مونده 15 روز مونده به عید این کارو بکنید. و اینکه سبزم شد، من در ادامه این ویدیو عکسشو برای شما میذارم. بعد از حدود 5 روز همونطور که میبینید همه داره جوونه میزنه و تا 4-5 روز دیگه خیلی قشنگ پر میشه، حتی اون جای خالی هم که میبینید همه اونا پر میشن. خدمتتون عرض شود که چیز ریحان یه خورده دیرتر از شاهی سبز میشه، اینو در نظر داشته باشید. شاهی بلا فاصله بعد از اینکه کاشتید تقریبا 7-8 ساعت بعدش جوونه میزنه و سبز میشه. در مورد کاشت شاهی هم من توی ویدیو دیگه براتون گذاشتم، اونو میتونید حتما مشاهده بکنید که اونو روی کوزه کاشتیم. و خدمتتون عرض شود که بعد از حدود 10 روز تا 15 روز که ما این سبز رو کاشتیم خیلی قشنگ سبزی توپی سبز رنگ بسیار عالی خواهیم داشت. ضمناً شما روی این مثلا این جامای شیشه‌ای هم میتونید بذارید، یعنی اون پایه شما مهم نیست چی باشه، هر چیزی که مثلا به نظر قشنگ میاد شما میتونید روی اونم بذارید. بعد از حدود 1 هفته همونطور که میبینید خزه توپی ما داره رشد میکنه، البته هنوز جا داره که پر بشه چون تازه برگاش داره سبز میشه. این جای خالی که شما اینجا میبینید همه اینو پر میشه، بعد از 2-3 روز آینده پر میشه. فقط حواستون باید باشه دوستان، زمانی که اینو کاشتید مرتب باید روزی 2-3 مرتبه آب اسپری کنید و حتما پلاستیک روش بکشید، چون پلاستیک اگه روش نکشید این به خاطر اینکه زود خشک میشه رطوبتش رو از دست میده و سبز نمیشه. حتما پلاستیک رو بکشید، آب اسپری کنید، بعد پلاستیک رو بکشید، دوباره سری بعد هم خواستید آب اسپری کنید پلاستیک رو بکشید، در حدی که وقتی قشنگ سبز شد دیگه میتونید پلاستیک رو بردارید. چند روز بعد یعنی حدود 2-3 روز آینده یه سبزه توپی بسیار زیبا خواهید داشت که تمام این سوراخ سنبه هاش هم پر میشه و میتونید توی سفره هفت‌سینتون ازش استفاده کنید.